بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم سرخط خبرهای امشب هوش مصنوعی از صدای سرفه بیماری ریه را تشخیص می دهد. برگزاری پرشور زیارت عربعین حسینی در شهر مقدس کربلا تعداد زائران عربعین حسینی ادامه روند بازگشت و ادامه ورود زائران به کربلا وقت شما بخیر گوگل نوعی هوش مصنوعی ابدا کرده که میتواند تواند بیماری های مانند سل و انصداد ریه را از طریق صدای سرفه تشخیص دهد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در حال حاضر محققان به هی ای آر دسترسی دارند که با 300 میلیون داده صوتی متنوع و شناسایی نشده و همچنین 100 صد میلیون صدای صرفه آموزش دیده است. گوگل محصولات صوتی سلامت هی ای آر را امسال معرفی کرد. این نمونه صوتی زیستی می تواند الگوهای صوتی را برای بررسی میزان سلامت تجزیه و تحلیل کند. به گزارش ایندیا اکسپرس، سالکی تکنولوژیز، شرکت بهداشت و سلامت ریه مستقر در هند، ابزاری با هوش مصنوعی آسواسا ابدا کرده است که میتواند از طریق صدای صرفه میزان سلامت ریه را ارزیابی کند. طرح جدید قصد دارد با ادغام هی ای آر و آسواسا قابلیت آنها را در تشخیص زود هنگام بیماری سل تقویت کند بر اساس این گزارش هر فرد مبتلا به سل که جانش را از دست می دهد حادثه اندوه بار رخ می دهد اما نشنگرهای زیستی صوتی می توانند این روایت را تغییر بدهند سوجای کاکارمات مدیر تولید بخش تحقیقات گوگل که روی هی ای آر کار می کند می گوید از نقش موثری که هی ای آر در مسیر این تحول دارد حقیقتا بسیار خوشحالم در حال حاضر محققان به هی دسترسی دارند که با 300 میلیون داده ی صوتی متنوع و شناسایی نشده و همچنین 100 میلیون صدای سرفه آموزش دیده است با آنکه سل درمان پذیر است اما بسیاری درمانش را به دلیل دسترسی محدود به مراقبت های بهداشت و سلامت مغروم به صرف نمی دانند. اما اسپاسا که از یادگیری ماشینی بهره می می‌تواند می تواند روش های ایمنتر و مغروم به صرفه ارائه کند گوگل همچنین از طریق همکاری با سازمان هایی ماننده سل را متوقف کنید کارشناسان و جوامع آسیب دیده را گرد هم می‌آورد تا به هدف پایان دادن به بیماری سل تا سال 2030 جامعه عمل بپوشاند. از دکتر سید علی مصباح پزشک متخصص از کابل پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر مصباح سلام و عرض ادب. آی دکتر به نظر شما آیا این پدید از نظر علمی تایید شده هست و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود داره؟ بفرمایید آی دکتر مصبا بله سلام علیکم و رحمت الله سوال بنده رو متوجه شدیم؟ ببخشین بفرمایید من متوجه نشدم بله یک مرتبه دیگه به نظر شما آیا آی دکتر به نظر شما یا این پدیده از نظر علمی تایید شده هست و تا چه حد امکان عملی شدن آن وجود داره بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام ممنون این خبر این گزارش گزارش بسیار جالب و شگفت انگیز هست یک ابداع جدید هست و در حوزه سلامت کاملا بی سابقه هست و نوید بخش بسیار خوبی هست در این حوزه خدمتان برد برسانم که صرفه در بیماری در, در هر بیماری از بیماری های مجاری تنفسی به عنوان یک کلیدی بسیار مهم مطرح است البته به تنهایی نخیر تا هنوز برای تشخیص بیماری بی هر بیماری و خصوصا بیماری های که بهش در سرفه قرار داره نمیتونه صرفه به تنهایی تشخیص کننده باشه بلکه هر تشخیص بر سه تا پایه استوار هست پایه تاریخچه، پایه پای کلینیک مریض و آزمایش هایی که انجام میشه این خیلی اهمیت داره اینکه هوش مصنوعی این قدرت را داره که میتونه فقط با شنیدن صدای صرفه مریض که مصاب و درگیر و توبرکولوز و سل هست و یا انصداد ریه این کار را انجام بده خب از نظر علمی بله ممکن هست اما بسیار پدیده شگفت انگیز است برای ما ما که در حوزه سلامت برای تشخیص بیماری ها از کمک کننده های فراوان استفاده می کنیم مدد می جوییم بله آقای دکتر این روش از لحاظ درمانی تا چه حد به درمان این نوع بیماری کمک کنه و همچنین از نظر اقتصادی تا چه حد به صرف است خب اگر واقعا این ابداع اثبات بشه و بتانه بدون توجه و بدون استمدادی از پایه های دیگر تشخیصی ما را به تشخیص توبرکولوز و به تشخیص انصداد در ریه بله بسیار کمک کننده هست چون هم درمان انصداد در و هم درمان توبرکولوز هم زم زمانبر هست و هم هزینه بردار هست زمان فراوان نیاز هست برای تشخیص و درمان این خب حتما بسیار کمک کننده هست و یک انقلابی در حوزه درمان به حساب می آید بله ممنونم از همراهیتون با تشکر از دکتر سید علی مصباح پزشک متخصص از کابل که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند بینندگان عزیز برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم سازمان بنادر و مرزهای عراق امروز آمار جدید از ورود و خروج زائران خارجی از عراق به مناسبت زیارت اربعین حسینی اعلام کرد علایالدین القیسی سخنگوی سازمان بناندر و مرزهای عراق طی اظهاراتی گفت تعداد زائران خارجی وارد شده به کشور از اول ماه سفر تا 19 ماه سفر به 3 میلیون و, و هزار و و نفر رسید است. است تعداد زائران خارجی که تا کنون از مرزهای خارج شدن دو میلیون و, پانصد و دو هزار و سی صد و و پنج بوده است نیجریه دیروز شاهد مشایع بزرگ عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت به مناسبت اربعین حسینی بود گفته است این عزاداران از منطقه مارابا به سمت پایتخت ابوجا در هیئت و دسته بزرگ حرکت نموده و ارادت و عشق خود به خاندان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلام را نشان دادند. شایان ذکر است این مشایع از ساعت 9 صبح از بازار ماساکا آغاز شد و حدود سه ساعت طول کشید تا به بازار بین المللی مارابا برسد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در پی وقوع یک انفجار در نزدیکی مرکز پلیس در منطقه پیشین بلوچستان دو کودک کشته و چهارده نفر زخمی شدند. به گزارش جیونیوز وضعیت برخی از زخمیان این انفجار وخیم است این انفجار روز شنبه سه شهریور در نزدیکی دفتر معاون کمیسر منطقه پیشین رخ داده است مقامات بنگلادش روز گذشته اعلام کردند تعداد قربانیان سیل در این کشور به 18 نفر رسیده است بر اساس آخرین گزارش روزانه وضعیت بلایای طبی... طبیعی توسط مرکز ملی هماهنگی واکنش به بلایای این کشور زیر نظر وزارت مدیریت و امداد نزدیک به 5 میلیون نفر بر اثر سیل در 11 منطقه در بنگلادش آسیب دیدند این گزارش نشان می‌دهد که سیل در هفت منطقه دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که از تکرار جنایات سال 2017 علیه اقلیت روهینگیا در میانمار بیم دارد و هشدار داد که یک تراژدی انسانی در ایالت راخین در حال وقوع است. فولکل تروک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وخامت شدید اوضاع در سرتاسر سر, سر میانمار به ویژه در راخین هشدار داد و اظهار داشت صدها غیر نظامی در این ایالت به کام مرگ رفتند وی در ادامه از دو طرف متخاصم یعنی نیروهای ارتش میانمار و ارتش آراکان را مقصر این حوادث دانست و گفت از آنجایی که گذرگاه های مرزی به بنگلادش همچنان بسته است مردم روهینگیایی خود را بین ارتش و متحدانش و ارتش آراکان گرفتار می‌بینند و هیچ راهی برای امنیت ندارند گروهی از محققان در تحقیقی بین المللی سعی کردن میزان هوشیاری پنهانی بیمارانی را که به هر دلیلی به حالت کما رفته اما دچار مرگ مغزی نشدند بررسی کنند نتیجه این پژوهش علمی نشان میدهد که حدود یک چهارم این بیماران زمانی که با محرک های رایج, محیط مثل صدای صحبت کردن روبرو می شوند فعالیت اکسیژن رسانی مغزشان در نواحی مربوط به ادراک این ورودی ها افزایش می به این که شاید آنها بدون اینکه امکان پاسخگویی به محرک داشته باشند از شرایط اطراف خود آگاهی نسبی داشته باشند حضور میلیون ها زائر امام حسین علیه السلام در مراسم اربعین در کربلا با وجود گرمای شدید هوا بار دیگر عشق و ارادت محب محبان اهل بیت علیه السلام را نسبت به سرور شهیدان نشان می دهند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با وجود گرمای شدید هوای کربلا میلیونها زائر با پای پیاده خود را برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین علیه السلام به شهر مقدس کربلا رساندند تا بار دیگر عشق و ارادت خود را نسبت به حضرت سید و نشان دهند. چندی پیش قاسم الیساری رئیس شورای استان کربلا پیشبینی ورود سی میلیون نفر به کربلای معلا را در ایام زیارت اربعین کرده بود. قرار است آخرین آمار زائران از سوی مسئولان عراق در پایان امروز منتشر شود. درجه حرارت بالای هوا نیز نتوانسته مانع حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین در مراسم اربعین حسینی شود به طوری که میلیون ها زائر در هوای پنجاه درجه خود را به کربلای معلا رساندند. شهر مقدس کربلا با حضور میلیون ها زائر از داخل و خارج عراق در سال روز اربعین امام حسین علیه السلام مملو و از جمعیت است. کمیته عالی تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی در عراق اعلام کرد که تعداد زائران در بالاترین حد قرار گرفته و رفت آمد آنها در کربلای معلا به آسانی صورت میگیرد. همچنین سه استان عراق برای بازگشت زائران حسینی در حالت آماده باش قرار گرفتند و هزاران زائر نیز از گذرگاه های زمینی به کشورهای خود باز می گردند. تدابیر امنیتی نیروهای عراقی نیز برای برگزاری این مراسم در بالاترین حد ممکن بوده و ایستهای بازرسی متعددی در مسیر زوار و راه منتهی به حرم های متبرکه ایجاد شده است. موکپ های پذیرایی نیز به صورت شبانه روزی در حال توزیع غذا و آب در میان زائران حسینی هستند و تیم های پزشکی در این منطقه مستقر می باشند. پذیرایی از زائران یکی از رسوم به جامانده از گذشته های دور است که در میان مردم عراق تا کنون با شور و شوق فراوان رواج داشته و شیعیان عراق با جان و دل و بعضا بزل تمامی مال خیش و اهدای نزورات و حضور شبان روزی در جایگاه های مخصوص از زائران عربین عبا عبدالله به بهترین شکل ممکن پذیرایی نموده و یا برای اسکان آنان را جای میدهند. دهند. ها و مؤسسات و مجموعه های مذهبی عراق چادرهای بزرگی در مسیر پیاده روی زائران حسینی برپا می کنند که به آنها موکب یا موزیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند. موکب ها به صورت رایگان به زائران اربعین در مسیر مشایه اربعین تا داخل شهر مقدس کربلا خدمات ارائه می دهند و مدیریت موکب ها هم به شکل مردمی و مستقل از دولت انجام می شود. طی روزهای اخیر نیز مواکب و دسته های ازاداری وارد حرم های متحر حسینی و عباسی شده و مشغول ازاداری شدند. محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با حضور در کربلا بر روند خدمات ارائه خدمات به زائران شخصا نظارت می نماید. وی از موکب های مسیر مشتای اربعین هم بازدید نموده و با صاحبان مواکب از نزدیک گفتگو نمود. آستان مقدس حضرت اول فضل العباس علیه السلام تعداد زائران اربعین امام حسین علیه السلام را تا ظهر روز بیستم سفر بیش از 21 میلیون نفر گزارش کرد و وزیر کشور عراق هم دستوراتی را برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی صادر کرد به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید پایگاه اطلاع رسانی حرم متحر حضرت اول عباس علیه السلام با استفاده از سیستم دقیق شمارش الکترونیکی از شرکت 21 میلیون و 480 هزار 525 زائر در دا بزرگ داشت زیارت امام حسین علیه السلام تا ظهر روز یک شنبه 20 سفر خبر داد. حرم متحر عباسی متکی بر یک سیستم دقیق شمارش الکترونیکی است که با حوش مصنوعی برای شمارش زائران از ورودی های کربلای معلا از طریق جاده ها و درهای حرم متحر فعالیت می کند. نیز که این آمار در اعلام شده که بیش از چهار میلیون زائر طی روزهای اخیر از مرزهای کشور عراق خارج شده اند و بسیاری دیگر نیز هنوز به شهر مقدس کربلا نرسیدند بسیاری از زائران افغانستانی و پاکستانی و برخی دیگر از کشورها از این پس به منظور انجام زیارت اربعین وارد شهر مقدس کربلا میشوند از بعد از ظهر روز اربعین شهر مقدس کربلا شاهد موج بازگشت زائران به کشورهای خودشان میباشد عبدالامیر روی وزیر کشور عراق روز شنبه دستوراتی را برای تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی صادر کرد اشمری شخصا بر روند اجرای طرحها برای بازگشت زائران اربعین امام حسین علیه السلام نظارت و از دو محور شمالی و جنوبی استان کربلا بازدید کرد وزیر کشور عراق از سازوکار بازگشت زائران و جاده نجف کربلا و فرایند بازگرداندن زائران نیز بازدید کرد. اشمری ضمن بازدید از نیروهای حفظ نظم و قانون دستور تسهیل تردد زائران و راهنمایی آنها برای رفتن سریع به سمت خودگاه برای انتقالشان به مناطق مسکونی خودگاه صادر کرد. وی ضمن دستور جلوگیری از هر گونه ازدهام در همه مسیرها و توجه شدید به جلوگیری از هر گونه حادثه رانندگی و حضور همه واحد ها در همه اماکن تا زمان پایان مراسم اربعین تاکید کرد. وزارت حمل و نقل عراق، عطبات مقدس، ارتش و چند دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی در بازگرداندن زائران همراهی می نمیند. وزارت حمل و نقل اراق برای موفقیت آمیز بودن طرح بازگشت زائران از کربلای معلا به استانها و گذرگاه های مرزی سازوکارهایی را در نظر گرفته است رزاق محبس از وزیر حمل و نقل عراق اعلام کرد محمد شیا از نخست وزیر اراق احتمام زیادی برای پرونده زیارت اربعین قائل است برای همین خصوص پیشتر کنفرانسی به ریاست از در راستای تقویت هماهنگی و همکاری میان طرف های دولتی در زمینه طرح خدماتی و امنیتی برای وزارت ها و طرف های مربوطه برگزار شده است. وی در ادامه ضمن آنکه دستور داد دویست دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت عمومی هم مسافران برای شرکت در طرح بازگشت زائران از گذرگاه های مرزی خارج شوند تمامی تشکلها را به ارائه پشتیبانی خدماتی و لوجستیکی زائران و موکب حسینی و ارتقای تلاش خدماتی ویژه زیارت اربعین موظف کرد. وزیر حمل نقل اراق همچنین به شرکت عمومی راهان کشور دستور داد تا در راستای خدمت به زائران حسینی بیشترین تعداد ممکن از قطارها را به خدمت بگیرد که تعداد این قطارها در حال حاضر به دوازده عدد می رسد و در چندی محور برای و نقل زائران از دیگر مناطق به کربلای معلا و بالعکس فعالیت می کنند. از سهدابی تصریح کرد در راستای پیگیری فعالیت اتاق عملیات هم نقل و تقویت تلاشهای های تشکل هایی که مفتخر به خدمات رسانی به زائران هستند، به حضور میدانی خود در میان زائران اربعین و در محورهای مختلف ادامه میدهند. وزیر حمل و نقل در ادامه اشاره کرد که سطح خدمات ارائه شده به زائران در سال جاری بهتر از سالهای گذشته بوده چرا که این وزارتخانه با هدف عبور از هر گونه موانع بر سرگاه فعالیت های ها برای ارائه بهترین خدمات به زائران از شش ماه گذشته آمادگی های خود برای طرح خدماتی اربعین آغاز کرده بود. از صداوی در پایان بر تشرید تلاش های خدماتی و اطمینان از اعزام از آخرین زائر اربعین از شهر کربلای معلا به استانها و گذرگاه های مرزی تأکید کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هوش مصنوعی از صدای سرفه بیماری ریه را تشخیص می دهد. برگزاری پرشور زیارت اربعین حسینی در شهر مقدس کربلا و تعداد زائران اربعین حسینی ادامه روند بازگشت و ادامه ورود زائران به کربلا بینندگان عزیز به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم ممنونم که با ما همراه بودید اللهم عجل لولی کلفرج یا علی خدا نگهدار